خواتین و حضرات یک استاد بزرگ که از دہلی تشریف آوردن و تمام عمر برای ترویج و اشاعت زبان ادبیات فارسی صرف نمودن و کتاب های گرانمایه و پر ارزش برشته تحریر آوردن و نوشتن مقالات خود مجله های علمی و ادبی را رونق بخشیدن در این جلسه حاضر هستند حالا به پروفسور دکتر محمد اقبال رئیس بخش فارسی جامعه ملیه اسلامیه دلی تقاضا می کنم که برای سخنرانی مقاله خودشون تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست جلسه جناب آغای قزوه و پروفیسر زیب حیدر صاحبہ، آغای پروفیسر چندر شیکر، عنوان بقالہ بندے معرفی بررسی شرفنامہ منیری ہے. فرہنگ شرفنامہ منیری کے بنام فرہنگ ابراہیمی و فاروقی ہم شہرت دارت اثر ابراہیم قوام فاروقی است. ابراہیم قوام فاروقی ان فرہنگ را در سال 777 ہجری قمری بنام شیخ شرف الدین احمد بن یحیی منیری یکی از مشایخ خی آن بلدی بود نوشته و تقدیم نموده است. عنوان کتاب باعث شده که بعضن اشتباهن این فرهنگ را عنوان کتاب باعث شده که بعضن این اشتباهن فرهنگ را متعلق به شرف الدین احمد منیری بدانند. ابراہیم فاروقی نویسنده کتاب فرہنگ ابراہیمی شرفنامہ خود از شورائے بنام ہندوستان بودے است. در زمان شاہ ابو المظفر رکن الدین شاہ بنگال 869-879 قمری می زیستے و در آغاز فرہنگ خیش قصیدہ ہی در ستائش شاہ ابو المظفر رکن الدین آوردے است. او همچنین در آغاز فرهنگ ابراهیمی سه مثنوی در سپاس خداوند مدح رسول اکرم و توصیف شرف الدین احمد بن یحیی منیری سروده است. هر یک از این سه مثنوی شامل 31 بیت در بحره متقارب می باشد. ابراہیم فاروقی دربارہ یہ ستائش خداوند چند اشعار در فرہنگ نامے نوشتے است. به نام خداوند ہستی بے اس سر آغاز ہر نامی را کہ ہست. شعر ها دربارہ یہ نعت نبی کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نوشتے است. ممنون فقط یک دو شعر انجا میں خونم. حبیب خدا و شیخ اصفیا صفی جہان و جہانی صفا محمد کے لشکرش انبیاء است کمین بندے ابو جہن بادشاہ است. فاروقی دربارہ یہ توصیف قطب الاقطاب شیخ شرف الدین احمد یحیی منیری چنین می گویت مغی سے جہن سرور منیر است کہ خاک در روزیش انبر است. ابراہیم فاروقی در دیباچہ فرنگ شرف نام منیری در ارتباط بیلل و انگیز گرد آوری لغات و خصوصیات نگارش و شیوہ انتخاب ہر کلمے و مجاہداتی کے درین را کشیدہ است را بیان می نمائید. گفت ان گلدستے بستان شریف معنی سراپا کے مملو جدر روی است شرف نام احمد منیری است. و در مقدمے پس از توصیف شیخ ویلل و فوائد ان فرہنگ از ہمیں اساتید و بزرگان سخن و اہل فن می طلبت تاب دیدے مہر و دوستی بر نادرستی ہائیے اثر وو بے نگرت و در پیراستن و آراستن اون سی بلیغ فرماین و دیباچے را بمصرائی از حافظ شیراز بے پایان میں بود. فرنگ شرف نام مسمون منیری بر اساس حروف علیف با و با حروف المعانی الفوائد دربارہ علیف با فارسی و نقش ہر یک از ہونا
در دستور زبان فارسی آغاز می شود. این شیوه از مزیت های خوب این فرهنگ است. چون نوی سنده اغلب کار توضیح و شرح کلمات را به آوردن بیتی نشان می دهد. کتاب شرف نامه این گونه آغاز می شود. فصل فی الالف ساکن به معنی ملازمت آید هفت پیکر. تا رسیدن هر دو دوشا دوش به بیانی از بخار بجوش. معنی انست تا رسیدن هر دو با ملازمت دوش یک دیگر با دوش با یک دیگر در بیابانی از گرمی تفته بود و نیز چون را به معنی فایل آن گرداند. ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے اپنی علمیوں ادبی کاوشوں سے ہندوستان سے لے کر ایران تک فارسی کے چراغ کو روشن رکھا ہے. انہوں نے مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں اور لغت نویسی کے طرف بھی قدم بڑھایا، اور انہوں نے لغت نویسی میں خانہ فرہنگ سے جو لغت ترتیب دی گئی اس لغت نویسی میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. میری مراد جناب پروفیسر چندر شیخر سے ہے. میں ان سے دستبستہ التجا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ایک بہت اہم موضوع ہے، چونکہ فرہنگ یا لغت یا ڈکشنری محض ایک کتاب نہیں بلکہ تہذیبوں کے بیچ ایک رابطہ ہے. مقالہ مفصل ہے، معاف کیجیے گا، جہاں تھک جائیں مجھے کہہ دیجیے گا، میں بند کر دوں گا. سیر تاریخی ہے لغت نویسی ہندوستانی فارسی میں، خاص طور پہ اس کی اہمیت ضرورت خاص طور پر ہندوستانی فارسی کے مطالعے کے لیے. لفظ لغت فرہنگ واجہ نامے دو طرح کے الفاظ پر مبنی ہے. ایک لفظ ایک یا ایک سے زائد حروف صامت یا صدادار علائم کا مجموعہ اور اس کے لغوی اور ثانوی و دیگر معنوں کی ترتیب جو جامع انسانی میں وقت کی رفتار اور ضروریات کے مطابق بڑھتے بدلتے اور نشو و نما پاتے ہیں. مشہور و معروف زبان شناس سی سی برگ رقم تراز ہیں کہ ڈکشنری از اے سسٹمیٹیکلی ارینجڈ لسٹ آف سوشلائزڈ لنگوسٹک فارمس کمپائلڈ فرام دا اسپیچ ہیبٹس آف اے گیون اسپیچ کمیونٹی اینڈ کمنٹڈ آن بائی دا آتھر ان سچ اے وے دیٹ the qualified reader understands the meaning of each separate form and is informed of the relevant facts concerning the function of that form in its community. Bala Maskura Tarif mein socialized linguistic form se murad hai ki wo alfaz jo awwal kisi shakhs ke zariye istemal hon aur tadrijan dusre log اسی معنی میں استعمال کریں اور وہ مستعمل ہو جائے. شخص اول لفظ کو اپنی علمیت اور دانش کے تحت بعض اوقات لغوی معنی کے طور پر اور بعض اوقات زبان شناسی کے اصول اور زبان خاص کی ساخت اور گرامر کے مطابق استعمال کرتا ہے. اول اول ان اصولوں اور مبنائے علوم زبان شناسی پر مونو لنگول لغات تیار ہوئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ضروریات کے تحت ڈیول ملٹی لنگول اسی طرح سے پاکٹ ڈکشنری کمپریہنسو ڈکشنری اور ایک بڑی تعداد میں مختلف انواع و اقسام کی لغات تیار ہوتی رہی ہیں. اوائل کی لغات فارسی، حقیقت یہ ہے کہ لفظ لغت یا فرہنگ یا لیکسیکون یا علم لغت کے معنی اور اس کا میدان کار بہت وسیع ہو گیا ہے. خاص طور پر فارسی میں نوشتہ اکثر و بیشتر لغات اہل زبان فارسی کے درمیان نہ ہو کر دوسرے ممالک میں تالیف ہوئیں. ایک
بہت اہم بات ہے کہ ہم اردو بولتے ہوں، ہندی بولتے ہوں، تیلگو بولتے ہوں، دکنی بولتے ہوں، چونکہ یہ تمام زبانیں ہم بچپن سے بولتے چلے آتے ہیں، کم مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان سمجھنے کے لیے ڈکشنری استعمال کرنی پڑتی ہو، جبکہ ہم جب دوسری زبان کو پڑھتے ہیں تو اس میں حتماً ایسے الفاظ آتے ہیں جس کی توضیح کے لیے ہمیں ڈکشنری رجوع کرنی پڑتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان میں سے بعض اہل فارسی زبان جو دوسرے ممالک باوجوہات مختلف مہاجرت فرما گئے تھے کہ ہاتھوں تالیف ہوئیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جنہوں نے فارسی زبان کو اکتسابی زبان کے طور پر سیکھا ہو انہوں نے لغت نگاری میں جان فشانی نہ کی ہو۔ یہ امر بھی قابل ملحوظ رہے کہ ایرانیوں یا قبل از ظہور اسلام ایرانی تہذیب کے وسیع خطے میں جو زبان بطور بالعموم سمجھی اور بولی جاتی تھی وہ خاص طور پر ساسانی دور تک پہلوی تھی، جس کی بھی کئی شاخیں تھیں، اور ان کے علاوہ ملی زبانیں بھی رائج تھیں جس کے نمونے آج بھی ایران کے گرد و نواح میں باقی ہیں۔ بو علی سینا نے جب القانون کا دری زبان میں تالیف کی تو اور اس کا ترجمہ اور دیگر تاریخ کی کتابوں کے دری ترجمے کیے تو ساسانی بادشاہ نے گزارش کی ان سے کہ اسے آسان زبان میں کیا جائے تاکہ وہ اور اس خطے جو آج ازبکستان میں شامل ہے کہ لوگ بخوبی سمجھ سکیں۔ اس امر سے ظاہر ہے کہ وہ دری زبان جو بعد میں فارسی کے نام سے کہلائی اور آج دری صرف افغانی فارسی کے طور پر ہی محدود ہو گئی ہے کہ شکل کیا ہوگی، اس وجہ سے لغت نویسی کا رواج شروع ہوا۔ ایٹ الچ پور دس ڈکشنری کنسسٹ آف 228 فولیوز اینڈ دی امپورٹنٹ اینڈ ویری ریئر مینوسکرپٹس وچ واز ریٹن ان مغل پیریڈ از فرہنگ جہانگیری۔ The dictionary was compiled during the Mughal period. It is a famous dictionary and the words used purely Persian by Abdul Dawla Jamaluddin Hasan Inju of Shiraz. This work was started under Akbar but completed under the Emperor Jahangir in 1017. The arrangement is alphabetically with second letter forming the bab and the first fasl. The Muqaddama in 12 ayins deals with the Persian language and its grammar etc. and a Khatima in 5 durs. It deals with metaphors, compound words, Arabic, zand and foreign words. It consists of 525 folios written in Nastali. The manuscript number is 51. Another copy consists of 143 folios written in ordinary Shikast Nastaligh in 13th century Hijri. The manuscript number is 50. Another copy of the same title, the manuscript number is 52, consists of 158 folios written in 11th century Hijri. And Khatema Farhangi Jahangiri, in this dictionary, the author written only Khatema, conclusion in 5 durs. On 149 folios in Nastaligh and written in 12th century Hijri. The manuscript number is 26. Another rare dictionary is Farhangi Jamili, and it is a rare dictionary and an autograph copy compiled at Gujarat in 1129 Hijri by Muhammad Jamil Badakhshi Al-Harisi. In this dictionary, a glossary of old Persian words was used in Shahnama. The words were arranged alphabetically in European style. This dictionary consists of 228 folios written in Shikast Nastaligh. Another important and rare manuscript is Lughat-e Jahangiri. It is a rare Persian dictionary in two volumes compiled by Fazl Dahlvi and dedicated to the Emperor Alamgir. This work deals with words in the glorious Quran, the traditions, the Masnavi, Sufic idioms, rare words, etc., and arranged alphabetically according to the first and last letter.
This dictionary consists of 638 folios written Nastaliq in 1257 Hijri. The manuscript number is 70. The another important and rare manuscript is Mahmudul Lughat, compiled by Mahmud Sheikh Abul Wahid bin Khazi Shamsuddin of Bareilly. The words are used on standard dictionary and glossary of words, phrases, and idioms found in Bihar Danish and arranged alphabetically according to first and last letter. It consists of 55 folios in Nastaliq. And one dictionary, it is written in Persian on medicine. Farhang-e-Tibbe Yusufi was compiled on medicine, a glossary of words. Their meanings are given. It consists of only 18 pages and written in 1188 Hijri. And the manuscript number is 180. I have listed out some manuscripts Nawadirul Alfaz, it is written in 1150, and another manuscript. Meri Murad Tanveer Khuda Numai Sahib se hai. Main unse iltija karta hoon. Lutfan inja tashreef biari daga wa makale khude tunda irabe farmaye. Magale bande. نگاهی به لغتنامه های فعل در زبان فارسی. مقاله خیلی کوچیکه و قبل از این که من این عرض کنم این مقاله بخونم درباره آقای چندرشیکر میگویم که تقریبا به لغت 20 سال شده که کار میکنه در سعی کرد که در 20 دقیقه ارائه کنه. بنده هم تقریبا این کار که درباره این لغتنامه فعل که میگوییم اصلا هیچ جا لغتنامه فعل به نام لغتنامه فعل چیزی ننوشته شده است اما تقریبا 35 سال دنبال این کار کردم و بله نه اون مزاره نیست الان که مزاره گفتم نگاهی به لغتنامه فعل در زبان فارسی بله قبل اون هم تقریبا بیشتر 22 سال شده مولا مزاره خطاب دادن در دهلی بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته و من آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين تخلیق آسمان ها و زمین و اختلاف زبان هایتان و رنگ هایتان از آیات یعنی نشانی های حق تعالی است بیشک در این آیات الهی موجودند برای عالمین یعنی علما بدون هیچ تردید در نسل آدم از آدم تا این دم تمام بنی نوع آدم برای اظهار احتیاجات و ضروریات و افکار و احساسات خود محتاج زبان هستند. در تمام اقطاع جهان هر جایی که مردم زندگی می کنند می بینیم که اختلاف زبان و رنگ و نسل آنها ظاهر است. هر شخص با زبان خود عشق می ورزد. اگر او از کشوری به کشور دیگر غیر زبان وارد شود گنگ و بی زبان می شود. همچنان که عارف رومی علیه الرحمه می گوید هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش هر که او از هم زبانی شد جدا بی نوا شد گرچه دارد صد نوا هرچند که مرد صاحب هنر در ناحیه یا کشور غیر زبان می رود به علت دانستن آن زبان بی زبان و بی نوا می شود چون تب در تب و سرشت آدم مسافرت نهاده شده است. نه فقط از جنت به دنیا آمد بلکه در تمام دنیا سیر و سیاحت و مسافرت را دوست دارد و می خواهد که زبانهای مختلف جهان آشنا شود. حرف و صوت، اسما و افعال هر زبان به سبب مهاجرت و تماس گرفتن با ملتهای دیگر به هم می خورند یا اینکه با تصادف حرف و صوت و اسما و افعال و صفات و چیزهای دیگر واژه های جدید به وجود می آیند پس از مدتی یک لهجه نو یا یک زبان نو به وجود می آید وحدت به کثرت مبدل می شود واژه ها و ترکیب های اسم و فعل و غیره
جامعه نو می پوشند، بعضی واژه ها متروک می شوند و بعضی جانشینشان می شوند. حتی بعضی زبان ها در این مسافرت زبان ها در صحرای تاریخ و تمدن وجود خود را گم می کنند و بعضی جلا می یابند. حرف چه بود؟ مولوی می گوید، حرف چه بود؟ تا تو اندیشی از آن. صوت چه بود؟ خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این حرس با تو بزدم زنم. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. بنی آدم چون تمدن را پیدا کرد، با تکامل تمدن زبانهای خود را هم آرایش و زیبایش داد، چون یک زبان به جای دیگر مهاجرت کرد و در آن محل اهمیت او ظاهر شد، مردم آن خطه زمین که غیر زبان بودند محتاج لغت و دستور زبان شدند و آنها لغتنامه و قواعد و گرامر ترتیب دادند. زبان عربی چون وارد خطه پارس شد، اهل پارس در یاد گرفتن صرف و نحو عربی سعی کردند. شیخ عبدالقاهر جرجانی 100 عوامل عربی را پیدا کرد. عامل اندر نحو صد باشد، چنین فرمودند شیخ عبدالقاهر جرجانی پیر هدا. همینطور سیبوی نحو زبان عربی را ترتیب داد. این ایرانی بوده و بعد لغتنامه های عربی در زبان فارس به وجود آمد. همینطور چون زبان فارسی به سرزمین هند وارد شد، اهل هند محتاج شدند که لغتنامه ها و دستور زبان را یاد بگیرند، چون اهل زبان معمولا محتاج گرامر نیستند، به آن طرف متوجه نمی شوند. بنابر اهل هند لغتنامه زبان فارسی را ترتیب دادند. همینطور علمای زبان مهمترین افعال زبان فارسی را یک جا کردند، چون از لغتنامه های بزرگ برای دانش آموزان زبان انتخاب کردن افعال یا استخراج کردن آنها از دیکشنری ها خیلی دشوار است. در برابر لغتنامه های زبان، لغتنامه های فعل هم ترتیب دادند، اما این مجموعه افعال و مصادر را تا امروز لغتنامه فعل نگفتند. در این زمینه نظر رقم الحروف این است که کتاب های کوچیک که دارای افعال و مصادرند در اصل همه لغتنامه فعلند. چون اهل ایران خواستند که برای ملت خود زبان عربی را بس، اگر کسی این 12 صفحه را حفظ کنه در عربی امروز مسلط می شود. این کتاب قرنها پیش در ایران برای یاد دادن افعال و ریشه های آن و شناخت زبان و شخص نوشته شده بود. امروز در مدرسه ها و حوزه های علمی هند هنوز رایج است و صفوت المصادر عربی لغتنامه های فعل عربی نوشته شد. همینطور در کشور هندوستان چون زبان فارسی رونق گرفت، به وسیله صوفیه در سراسر شبه خاره هند زبان فارسی رواج گرفت و احتیاج دایه کرد که کتاب های کوچیک و جامع را ترتیب باید داد. علما و دانشمندان آن زمان لغتنامه های فعل زبان فارسی مثل آمدنامه، آمدننامه، صفات المسان 100 سال پیش به زبان اردو ترجمه کردن شعر. مثلا دو شعر میگویم بعد این مقاله میخونم. هم وضو میں چار فرض ہے نیک نام، چوتھا مو قبلے کو کرنا بانیا. تو وضو کے مسائل اور عارسی نام اس کا اس رسال نام اس نے اپنا اس میں نہیں لکھا، مصنف نے اپنا نام نہیں لکھا. هیچ کس نمی تواند کہ اولین بار ان کتاب آمد نامے چه کسی نویشت. در آغاز کتاب نویشته است، نویسنده می گوید باد حمد ایزد غفار و صلوات و سلام محمد مصطفی خان خلف حاجی محمد روشن خان ازاقه الله حلاوت و کمال ایمان، که چون خواندن کتب فارسی و حصول استعداد ترجمه عبارت و خطوط نویسی موقوف بر دانستن معانی و مصادر و قوت اشتقاق صیغه ها بود، جمع نموده صفت المصادر نام نهادم و صرف کبیر یک مصدر لازم و دیگری متعدی هم به طریق نمونه بیان کردم. تا علت می نویسد، چرا نویشته؟ تا طفلان را به آسانی تمام به سوی استخراج معانی و اشتقاق آیت خدای قوی و قادر نسخه صفت المصادر تالیف حاجی حرمین شریفین مجاور رحمت ایزد منان حاجی محمد مصطفی خان مرحوم به نامی گرامی مشهور ایمای فیض معاب جناب منشی تیج کمار صاحب بھارگو به ماه سپتمبر بار 56
در اون سال به برای افاده استعمال مکاتب و مدارس رشته تعلیم به صحت تام و انتظام حلیه تب پوشیده نور افزای چشم مشتاق خان شد. بر سر ورق کتاب این نوشته به عون خدای نسخه نادر تالیف محمد مصطفی خان مرحوم برای استعمال مکاتب و میں نسیم الدین فریض صاحب سے فریض صدر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو دیر ہوئی, آپ صبح سے آئے ہوئے تھے. بہرحال دیر آیت درست آیت, آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. آپ جانتے ہیں کہ دکنی زبان کے اولین نخوش ہمیں جن کتابوں میں ملتے ہیں, اردو زبان کے اولین نخوش ہمیں جن کتابوں میں ملتے ہیں وہ ملفوظات کے مجموعے, تذکرے اور لغات ہیں. تو دکنی زبان کی تلاش اور تحقیق کے سلسلے میں مجھے فارسی کی, بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ مخلوط اللسان لغات سے بھی مجھے سابقہ پیش آیا. اس میں سے دو لغات کا میں صرف تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لغت کا نام ہے خانِ یغما جو غیر مطبوعہ ہے, اور دوسری لغت کا نام ہے, دوسری لغت مجھول الاسم ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے. تو مرتب نے اس کا نام لغات گجری رکھا ہے. ان دونوں لغات کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. پہلے خانِ یغما کا ذکر کر رہا ہوں میں. خانِ یغما کے مصنف سید شاہ طاہر ہموی ہیں, جو سید شاہ عبد اللطیف ہموی کرنولی کے صاحبزادے تھے, جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اولاد میں تھے اور مشائخ سبعہ قادریہ میں شمار کیے جاتے تھے. وہ سلطان محمد خلی قطب شاہ کے زمانے میں حمہ یا حمات ملک شام سے دکن آئے اور خمر نگر کرنول میں توطن اختیار کیا. اس زمانے میں کرنول عادل شاہی سلطنت کی عملداری میں شامل تھا. وہاں کا حاکم محمد عبد الوہاب خان شاہ عبد اللطیف کا نہایت معتقد تھا. آپ نے 1059 ہجری میں انتقال فرمایا. سید شاہ طاہر ہموی اپنے والد کے انتقال کے وقت 20 سال کے تھے, اس لحاظ سے آپ کا سنہ ولادت 1039 ہجری قیاس کیا گیا ہے. ادھونی کے حاکم سیدی مسعود خان کو شاہ طاہر سے بڑی عقیدت تھی, اسی کی درخواست پر آپ نے کرنول کو خیرباد کہہ کر ادھونی میں بودوباش اختیار کی. اورنگزیب کی فتوحات دکن کے دوران اس کے سپاہ سالار غازی الدین خان فیروز جنگ نے ادھونی پر حملہ کر کے سیدی مسعود کو گرفتار کر لیا. غازی الدین خان فیروز جنگ بھی سید شاہ طاہر ہموی کا نہایت معتقد ہو گیا. عالمگیر کا فرزند شہزادہ اعظم بھی حضرت کے متوسلین میں تھا. شاہ طاہر کا انتقال 1115 ہجری میں ہوا. مزار ادھونی میں بیرون حصار شہر واقع ہے. شاہ طاہر صاحب تصنیف بزرگ تھے. آپ کے قلمی آثار میں فقہ میں کنز النفائس اور فن لغت میں خانِ یغما کے علاوہ متعدد مکتوبات اور فارسی کلام شامل ہیں. شاہ طاہر کی تصنیف خانِ یغما دراصل ایک منظوم نصاب نامہ ہے جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھا گیا. نصاب نامے سے مراد وہ منظوم رسالہ ہے جس میں الفاظ اور ان کے معنی درج کیے جاتے ہیں. بعض نصاب نامے منصور بھی ہیں. ان نصاب ناموں کو ازبر کرنے سے نہ صرف طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں وسعت پیدا ہوتی ہے, بلکہ وہ فن لغت جیسے خشک موضوع سے بھی دلچسپی لینے لگتے ہیں. نصاب ناموں یا منظوم لغات کی روایت کا آغاز عربی زبان میں ہوا. عربی کے ابتدائی نثری نصابوں میں رسالہ منطق خوارزم شاہ متوفہ 568 ہجری کے لیے لکھا گیا تھا. محمود شیرانی کی تحقیق کے مطابق مولانا ابو نصر فراہی متوفہ 617 عیسوی کا نصاب صبیاں فارسی کا سب سے قدیم نصاب ہے, جسے ایران و ہند میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. اسے مدرسوں میں شامل درس کیا گیا اور اس کی متعدد شرحیں بھی لکھی گئیں. فارسی الفاظ اور ان کے اردو معنی بچوں کے ذہن نشین کرانے کے مقصد سے ہندوستان میں بھی متعدد فارسی اردو نصاب نامے لکھے گئے, جس کی ایک مثال خالق باری ہے, جسے طویل عرصے تک حضرت امیر خسرو کی تصنیف سمجھا جاتا رہا.
لیکن بعد میں محمود شیرانی نے تحقیق سے ثابت کیا کہ یہ امیر خسرو کی نہیں بلکہ شہنشاہ جہانگیر کے عہد کے ایک بزرگ ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے جس کا زمانہ تصنیف 1030 ہجری ہے۔ مولوی عبد الحق نے اپنے مضمون مثل خالق باری مشمولہ رسالہ اردو کراچی 1952 عیسوی میں اجے چند پسرے دنی چند کے مؤلفہ ایک مجھول الاسم نصاب نامے کا پتہ چلایا ہے جو 690 ہجری کی تصنیف ہے، یعنی خالق باری سے 70 سال قبل لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر سید محی الدین خادری زور نے تذکرہ مخطوطات جلد اول میں واحد باری نامی نصاب خلاخمہ کیا تھا، اس لحاظ سے اس نصاب نامے کا زمانہ تصنیف 1088 تا 1098 کے درمیان متعین کیا جا سکتا ہے۔ یہ نصاب نامہ 6 قصائد پر مشتمل ہے، ہر قصیدے کو بہر کہا گیا ہے اور اسے ایک نام دیا گیا ہے۔ اس طرح 6 قصیدوں کے نام یہ ہیں: بحر فرات، بحر نیل، بحر زخار، بحر الدرر، بحر عمیق، بحر زلال۔ ہر قصیدے کا عنوان صنعت براعت استحلال میں درج کیا گیا ہے۔ مثلاً چند عناوین ملاحظہ ہوں: باب اول، آن کے شد غوا سے ان بحر فرات، گشت پر دامن زلولو اے فرات۔ باب دوم، وان کے شد غوا سے ان دریائے نیل، گنج بے حد یافت از رنج خلیل۔ باب سوم کا عنوان ہے، لولو اے زین بحر زقار آن کے یافت، گوش کانے گوہرے الماس تافت، وغیرہ۔ ہر قصیدے میں ابیات کی تعداد مختلف ہے، تعداد اشعار کی نشاندہی ازروہ جمل کی گئی ہے، جیسے قصیدہ اول بحر فرات میں 471 اشعار ہیں، اس کا مادہ تعداد ابیات ہے تامل، جو 471 کا مظہر ہے۔ شاہ طاہر کے اس منظوم نصاب میں 1376 ابیات ہیں۔ شاہ طاہر نے یہ نصاب نامہ ادونی میں لکھا، انہوں نے اس نصاب نامے کی تالیف خان اعظم سیدی مسعود کے خلف کے لیے کی تھی، لیکن ان کا مدعا یہ تھا کہ ہر بچہ بڑا، امیر و غریب، سب خاص و عام اس سے استفادہ کریں۔ درج ذیل اشعار سے اس رسالے کے سبب تصنیف کی وضاحت ہوتی ہے، لکھتے ہیں: وین خونرا یگاں پے یغما نہاد ام، نئے بہرے من اما پے تاراج مفلساں، نئے نئے برائے خوش خلف خان اعظم است، درویش شہ نشاں و گدایش تونگراں، ہر بیت و مصر ایست شکر شکر برگ و گل شکر، کا باید از خوائی معانیش دردہاں، تا زلہ زو برند بنو کے زبان خیش، خردو بزرگ و پیر و جوان کوچک و کلاں۔ جس زمانے میں شاہ طاہر نے اپنے منظوم نصاب نامے خان یغما کی تالیف کی، اس وقت تک ہندوستان میں فارسی زبان کے کئی بہترین لغات مرتب ہو چکے تھے، جیسے فرنگ نامہ خواص، دستور الافاضل، زفان گویا، مفتاح الفضلہ، شرف نامہ منیاری، تحفۃ السعادت، معید الفضلہ، لسان الشعرا اور برہان خاطع وغیرہ۔ شاہ طاہر نے ان میں سے بعض لغات سے استفادہ کیا ہوگا۔ شاہ طاہر کا زمانہ وہ ہے کہ جبکہ مسلمانوں کو عربی، فارسی اور ترکی کے علاوہ مروجہ دکنی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بیجاپور اور گولکنڈے کی سلطنتوں میں پٹھان، ترک، ایرانی کثرت سے آباد تھے۔ شاہ طاہر نے اپنے نصاب نامے خان یغما میں فارسی، عربی اور ترکی کے ساتھ ساتھ، اب فہرست کے مطابق آخری نام، میں آئی کال اپون مسٹر پروفیسر مظفر عالم اور ریناؤنڈ پروفیسر شگاگو یونیورسٹی، پلیز یو کم اینڈ پریزنٹ یور پیپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان، اور یہ فخر کی بات ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو فارسی کے لوگ ہیں، اور اس ملک کی فارسی تہذیب اور ادب اور زبان سے رشتہ رکھتے ہیں، ہندوستان سے زیادہ فارسی کی لغت دنیا میں کہیں نہیں تیار ہوئی۔ قدیم ترین جو نسخہ، انفارچونیٹلی وہ ملتا نہیں ہے، لیکن ابھی بھی قدیم ترین میں جو نسخے ملتے ہیں غزنوی دور سے لے کر اور خلجی دور تک، وہ ہندوستان کے ہیں، جن میں آپ نے سنا ہوگا تفصیل سے
قواس کی ڈکشنری کے بارے میں، زباں گویاں اور جہاں پویاں کے بارے پویا کے بارے میں، لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ ہے انٹریکشن جو ہندوستان کی زبانوں کے بیچ میں اور فارسی میں جو انٹریکشن ہوا، اور یہ انٹریکشن اگرچہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا، یعنی اس انٹریکشن کی مثال اور نظیر آپ کو مسعود سعد سلمان کی فارسی شاعری میں بھی ملتی ہے، اگرچہ انفارچونیٹلی جیسا کہ امیر خسرو نے ذکر کیا کہ انہوں نے ہندوی میں بھی ایک دیوان مرتب کیا تھا اور عربی میں بھی، مگر عربی اور ہندوی کے دیوان نہیں ملتے ہیں، ان کے بعد امیر خسرو میں بھی ملتا ہے اور اس کے بعد حسن سجزی دہلوی کی شاعری میں ملتا ہے اور بعد کے دوسرے شعرا جمالی اور پھر مغل شعرا فیضی کے ہاں، لیکن خاص طور پر مغلیہ دور مڈ سکسٹین سینچری 16ویں صدی کا وسط اور مڈ 17 سینچری 17ویں صدی کے وسط میں ایک انقلابی تبدیلی مجھے دکھائی دیتی ہے، جس کی کچھ آپ نے نشاندہی پروفیسر چندر شیکھر اور دوسرے جو مقالات عالمانہ مقالات یہاں پڑھے گئے ان میں آپ نے محسوس کیے ہوں گے، جن میں ایک بات خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق جو اس سے کچھ پہلے یہ 14 سینچری میں سنسکرت اور فارسی کی بھی ڈکشنری مرتب ہوئی تھی، جس کا نام یونا مملا یعنی گارلینڈ آف مسلم ورڈز کہتے ہیں، اور جو کہ 1364 میں کسی جین صوفی جین مونک نے مرتب کیا تھا، جن کا نام ہے ودیا نیلایا، جس کا پروفیسر شرما، یہ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں فارسی اور ہندوستان کے سنسکرت اور ہندوستانی زبانوں میں انٹریکشن شروع ہو چکا تھا بہت ہی پروناؤنس طریقے پر، معاف کیجیے گا میری کھچڑی زبان ہوگی، مشرت بھاشا، وہی ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان دکن بھی شامل ہے، وہ ہندوستان فانی والا نہیں کہ دکن آ کے ہندوستان والے پریشان ہو رہے ہیں کہ فانی دکن میں آ کے احساس یہ ہوا ہندوستان سے رہتے ہیں ہندوستان میں دور، ہم اس ہندوستان میں دکن کو بھی شامل کر رہے ہیں یعنی انڈیا، تو میری مشرت بھاشا ہوگی اور وہ مجبوری ہے آج کل کی، تو یہ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں مرتب ہوئی تھی اور جس کے بارے میں پروفیسر شرما نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، میں آپ کو بعد میں بتا سکتا ہوں۔ دوسری چیز جو مغلیہ دور کی، اس دور کی جو دوسری اہم بات ہے اور جس کا اثر فلالوجی اور لیکسیکوگرافی پر، شہنشین پہ بیٹھے ہوئے سب پروفیسرز اور جنہوں نے مخالات پڑھے، وہ یہ مخالات بہت ہی اچھے تھے، پرمغز رہے، اور خصوصاً پروفیسر چندر شیکھر کا مخالہ بہت ہی معلوماتی رہا، اور ڈاکٹر تنویر الدین اور کا مخالہ بھی معلوماتی تھا۔ میں اس، اب تو وقت کی کمی کے لحاظ سے میں صرف ایک دو تین منٹ آپ کے لوں گی، اس سیمینار کے کامیاب انعقاد کے لیے عزیز بانو اور تمام شعبہ فارسی کے اساتذہ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ان لوگوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس کا انعقاد کیا اور اب یہ ختم ہونے پر ہے۔ اب اگر آپ کا زیادہ وقت لوں تو کھانے میں آپ لوگوں کو دیر ہو جائے گی، اس لیے میں اب کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سب مخالے بہت ہی پرمغز رہے اور معلوماتی بھی تھے، جس سے ہمارے معلومات میں اضافہ ہوا، شکریہ۔ مولانا استاد علی رضا غزوی، تقاضی میکنم که در این جلسه که مقاله خوانده شد جمع‌بندی بفرمایید، تشریف بیارید آقا۔ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت عزیزان عرض سلام دارم۔ این جلسه به نظر من یکی از جلسه های بسیار خوب بود و موضوع فرهنگ نویسی در هند یک موضوع مقفول هست،
قفلت شده از این موضوع. عرضم به حضورتون ما در مرکز تحقیقات فارسی با همکاری دوستان استاد زبان فارسی و محققان دیگر در هند موضوعهای بسیار زیادی رو از نظر گذراندیم تا به حال راجع به بعضی از شخصیت‌های بزرگ هند مثل بیدل، مثل نسخ خطی در هند، مثل حزین، بنارس، ارزم به حضورتون کشمیر، میر سید علی همدانی، تاگور و این موضوعها سفرنامه‌های هند کار کردیم مستقل مقالات در حد 600 صفحه، 700 صفحه. موضوع فرهنگنامه ها، فرهنگ نویسی موضوع جدی ما بوده. ما تلاش میکنیم یک شماره رو به این فرهنگ نویسی اختصاص بدیم. دوستان عرضم به حضورتون سیر فرهنگ نویسی به خصوص در هند رو گفتن. صحبت های آقای پروفسور اقبال به خصوص اون بیت های شعری که خوندن کاملا خیلی از واژه هایی که در فرهنگ های هند به کار رفته چون آوانگاری نشده نمیدونه آدم چجوری خوانده میشه و بعضی وقتا یک واژه‌ای رو توضیح میدادن اون واژه‌ای که معروف بود و همه معنیشو میدونستن اون رو توضیح نمیدادن، زمان که میگذره چند قرن میگذره همون واژه‌ای که معنیشو میدونستن این خودش به فراموشی میره و این رو هم باید توضیح میدن. الان ما خیلی واژه ها رو میدونیم اینجا، مثلا برشکالی که آیه پرسور میگه در شعر ارزم به حضورتون بیدل هم هست در شعر خیلی ها، ما ها نمیدونیم، ما شاعران فارسی نمیدونیم. شما فکر میکنید این واژه معنی داره و همه میدونن، در صورتی که برای ایران خیلی معنی خوب هست و در سرزمین مثلا آسیای میانه باز یک معنی دیگه ازش. اون بیتایی که خوندن ما فهمیدیم که اون منیریه و وزن میگه منیری و با انبر هم قافیه شده. این چون در اون روستا من رفتم و اون اونجا هم مردم هنوز میگن منیری، در صورتی که منیریه. دو بیت خوندن هر دو در وزن نشون میداد منیری. صحبت های آقای پروفسور چند در شکر که به هر حال ایشون صاحب نظر در فضای فرهنگ نویسی در این کشور هستند. اینجا به هر حال پیشکسوتی مثل استاد نظیر احمد داشته، کارهای بسیار با ارزشی کرده در اون کتابی که آقای شهریار نقوی نوشتند، نقدی که آقای پروفسور نظیر احمد کرده نقد بسیار عالمانه است، در ایران بسیار ازش استفاده کردند و صحبت های آقای پروفسور چند در شکر هم صحبت های بسیار خوبی بود که سیر فرهنگ نویسی در هند رو داشت. البته باز میشه اضافه کرد اینجا فرهنگ ها خیلی زیاده تعدادش، یعنی حالا به هر حال ایشون اشاره به اون دو تا فرهنگی کردن که تو دوره منشی نوبل کشور به دستور خود منشی نوشته شده، خیلی ها با دستور اونها فرهنگ نوشته میشده. عرضم به حضورتون باز صحبت های آیه پروفسور عرضم به حضورتون خدا نمایی رو داشتیم که به هر حال ایشون هم راجب لغات اینجور که راجب واژگان راجب مصادر و راجب افعال کار کردن، باز هم البته فرهنگ های دیگه ای هست که ایشون فقط به چند موردش اشاره کرد، راجب این مصادر صحبت کرده، من دو سه نمونش رو خدمتتون عرض کردم. صحبت های خانم دکتر اصفیه در مورد نسخه خطی موجود از فرهنگ ها در سالار جنگ بسیار مفید بود، اینکه به هر حال این اطلاعات حالا فرهنگ چاپ شده ولی این فهرستش چاپ شده ولی با دقت بیشتری چند فرهنگ رو گفتن و صحبت های جناب آقای پروفسور هم که من اینجور که ازش استنباط کردم بعضی از سخنران ها به انگلیسی و اردو صحبت کردن ولی به هر حال تو فضای فرهنگ نویسی هند و فضای تخصصیش هست و کار کردند و از جهت اشتقاق و اون واژه نگاریشون به نظر من بحثای بسیار مفیدی بوده. من فقط نکته‌ای که میخوام بگم خدمت عزیزان اینه که ما در ایران الان چند نسل زبانشناس رو گذراندیم،
از دوره‌ای که به هر حال بهار شروع کرد، ده خدا کار میکرد، ابراهیم پور داوود میبینیم، یادداشتایی در مورد دساتیر داره، صادق هدایت میبینیم، یادداشتایی راجع به لغت فرس اسدی داره، سعید نفیسی کلی راجع به فرهنگ نظام الاطباء و فرهنگ‌های لغت فرس و فرهنگ‌های دیگه صحبت کرده، کسروی با سید حسن تقی‌زاده، گلچین معانی که باز در مورد کتاب همون شهریار نقوی نقد نوشته، محیط طباطبایی که راجع به ساحل عجم مال هندوشاه مقاله بسیار مفصلی داره، آقای جمالزاده که راجع به فرهنگ عوام و فرهنگ معین مقاله نوشته، استاد دبیر سیاقی که به هر حال یکی از ستون‌های این فضا هست، خود آقای دکتر معین که از جهت اون روش شناسی کار فرهنگ نویسی از بزرگان هست، کلی مقالات دارند راجع به فرباز فرهنگ نظام، راجع به فرهنگ های فارسی در 5 صفحه خلاصه در همون فرهنگ نامه شون هست، عوامل فساد لغت، سازمان لغت نامه، روش شما، همه اینها مقاله هایشونه، آیه احمد آرام، آیه ایرج افشار یزدی، باز ببینیم مقاله های زیادی داره، سعید سیرجانی، امیری فیروزکوهی درباره فرهنگ جهانگیری مقالاتش، آقای تقی بینش، محمد جواد مشکور، احمد تفضلی، حسین خدیو جم و اسد جعفر شهیدی، اینا مال نسل های گذشتن، یک نسل میانه ای که هنوزم هست و حالا سن و سالشون هم زیاد شده، مثلا آقای ابوالحسن نجفی و مثل علی اشرف صادقی و آقای محمد علی محمد حقشناس که به تازگی هم فوت شد، آقای رواقی، آقای محمد جعفر یا حقی، آقای باطنی، اینا جز پیشکسوت ها و کسانی هستند که تو زمینه زبانشناسی و زمینه فرهنگ نویسی کارهای با ارزشی کردن، آقای مثلا دکتر بهمن سرکاراتی در دانشگاه تبریز، آقای بهادین خرمشاهی که بیشتر فرهنگ های قرآنی کار کرده، اما نسل جدیدی الان در ایران کار داره میکنه که اینها، این نسل جدید روش زیاد دادن، کتاب زیاد نوشتن و فرهنگ های آی دکتر انوری هم باز جز این نسله. من میخوام وارد این نسل جدیدتر بشم، مثل آقای امیر اشرف آریانپور، آقای معین الدین آل تقی، سعید حمیدیان، آقای سیروس شمیسا، عرضم به حضورتون آقای حسن هاشمی میناباد، آقای مجید ملکان، باز اینها طیف جوانتر، آقای خود کوروش صفوی که در اینجا بود، آقای باز اسامی زیادتری هست مثل محشید مشیری، اینها همه راجع به فرهنگ مقالات بسیار زیادی نوشتن که اینها همه روش‌های جدید میده که روش‌های فرهنگ نویسی باشه. من فکر می‌کنم حالا فرهنگ نویسی در هند کمه متاسفانه، لااقل در همین فرهنگی که آقای پروفسور چندرشکر در همین مرکز ما داره انجام میشه این روش‌ها به نظر من پیاده بشه خیلی روش‌های خوبی است. خب به هر حال من سرتون رو درد نمیارم، دو مقاله من آماده کرده بودم ولی الان فرصت نیست، همین فکر کردم این باشه، به اضافه که دو نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم. یکی این که سایت استادان زبان فارسی رونمایی شده در دانشگاه دهلی، من میخوام از آقای پروفسور مظفرعالم هم دعوت کنم این سایت رو ایشون هم به شما نشون بده و رونمایی در اینجا هم بشه، هندیران، استادان زبان فارسی هند و ایران، سایتش یک هفته است آماده شده و این رو یه سایتی هم هست، سایت انجمن ادبی بیدل راجع به شاعران زبان فارسی، اون هم دو سه ماه افتتاح شده، تا حالا 200,000 نفر مراجعه کننده داشته، روزی شاید 3,000 نفر میان در اون سایت و حضور دارن. اون سایت هم راجع به شاعراست، این سایت راجع به استادان زبان فارسیه. من خواهشم از استادان زبان فارسی اینه، این سایت رو بیان ثبت نام کنن، مقالاتشون رو بدن. ما الان در قند پارسی 900 مقاله داریم. خب ما الان 900 مقالمون رو در این پایگاه بریزیم، ببینید بیشترم مقاله هایی که به درد استادان ایران میخوره، به درد دانشجوهای ایران و همه دنیا میخوره. الان بعضیا پایگاه ها رو هم دارن پول میگیرن از مردم و میفروشند و خیلی ها دسترسی ندارن. ما میتونیم این سایت رو فعال کنیم. یکی هم انجمن ادبی بیدله، این کارهای جدی اگر ادامه داشته باشه، هر ماه باشه، یعنی همین سمینار رو اگر دومین این سمینار و سومین این سمینار رو تو همین یکی دو ماه برگزار بخوایم کنین، میبینین کلی اطلاعات
فرهنگ اضافه میشه. اونم راجع به ادبیات فارسی و شعر فارسی انجمن بیدل رو من با هم استاد خدانمایی و هم خانم دکتر صحبت کردم. اینها قبول کردن که هر ماه انجمن ادبی بیدل در این شهر، در این دانشگاه و در دانشگاه آیه پروفسور تنویرالدین خدانمایی برگزار بشه. این هم به هر حال من فکر میکنم یک مژده خوبی باشه که دانشجویان دکتری، دانشجویان فوق لیسانس و استادان بیان، حتی شاعرهای اردو زبان، شعر فارسی اینجا باید احیا بشه. از داخل این شعرهای فارسی است که کلی فرهنگ ها ایجاد میشه. ما فرهنگ ها رو چهار قسمت اگر کنیم، اینا فرصت نشد من بحث این فرهنگ های جدید رو کنم، اون طبقه بندی ها رو کنم و بگم کدوماشون از جهت ارزش ادبی بالاتره و اینها، ولی بیشتر اینها از داخل همین شعرها در اومده. بیدل تا الان فرهنگشو کار نکردن، ولی الان تو اروپا فرهنگشو دارن، دوستان افغانی کار کردن، تو ایران کار کردن، یه خانم افغانی فرهنگ ترکیب